بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه حضرت استاد در این جلسه از تفسیر سوره مبارکه زمر می‌فرمایند بدین شرح است: عالم خلقت به حق آفریده شده و باطل و گزاف را در آن راهی نیست. به حق بودن عالم هستی هم مربوط به نظام فاعلی، هم ناظر به نظام و ساختار داخلی و هم ناظر به نظام غایی آن است. همه انسان‌ها در اصل آفرینش یکسان بوده و هیچ انسانی را بر دیگری فخری نیست. مبدأ همه انسان‌ها، ساختار داخلی آنان و نیز هدف و مقصد همگان یکی و واحد بوده و تنها معیار و مدار فضیلت تقوا می‌باشد. زنان و به ویژه مادران که در فرهنگ دینی از منزلت والایی برخوردارند، مهمترین عامل تأمین و انتقال مهر و عطوفت در خانواده و جامعه می باشند. غیر خدا، نه به صورت مستقل از خدا، نه به عنوان شریک او و نه به عنوان پشتیبان خداوند، هیچ گونه تأثیری در عالم ندارند. شفاعت نیز جز به اذن و اراده الهی مقدور نمی باشد. خداوند سبحان غنی مطلق و کمال نامتناهی است و هیچ گونه نیاز و کمبودی ندارد تا جهت رفع آن مقصود و هدفی را دنبال نماید. آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نیز به هدف و غایت مخلوق اشاره دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزیز القفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. در جریان شرک که سوره مبارکه زمر در صدد ابطال آن است، مشرکین گروه فراوانی بودند. عده مقلد بودند، عده به اصطلاح اونا پژوهشگر بودند و عده جز اوحدی اهل شرک که این سه گروه گذشت. در این قیاس استثنایی خدای سبحان یک شرطیه ذکر کرد که مقدم او اراده اتخاذ ولد است و تالی او استفاء به ما یخلق. اشاره شد که در قیاس استثنایی اگر قضیه شرطیه متصله باشد، استثنای عین تالی نتیجه میدهد و استثنای نقیض تالی، ولی استثنای نقیض تالی مقدم نتیجه نمیدهد، برای که ممکن است تالی عام باشد. نظیر اینکه لوکان هازا انسانن لوکان حیوانن،
اگر بگویم لکنه لیس به حیوان، نتیجه نمیدهد که لیس به حیوان، ممکن است حیوان دیگر باشد. اینجا سید الاستاد به بعضی از بزرگان خواستن بفرمایند که نتیجه این قیاس استثنایی از نفی مقدم شروع شود. لو اراد الله ان یتخذ ولدن، خواستن بفرمایند که اتخاذ ولد منتفی است، پس تالی هم منتفی است. و اشاره شد که در قیاس استثنایی اگر قضیه شرطیه متصله باشد، استثنای نقیض مقدم نتیجه نمیدهد. گاهی ممکن است گفته بشود اینجا نتیجه میدهد، بلی که مقدم و تالی مساوی هم هم. در اینجا مقدم و تالی مساوی هم نیستند، برای که مقدم اراده اتخاذ ولد است. مشرکان همه اونها بر این پندار نبودن که خدا ولدی اتخاذ کرده. اونا که سابعین بودن، وجود مبارک ابراهیم خلیل با اونها گفته بوداش که می گفتن شمس رب است، قمر رب است و مانند آن، اونا که سخن از اتخاذ ولد نبود. در جریان فرشته ها این حرف بود که اتخاذ ولد هست، بنات الله هست. یا درباره تثلیث مسیحی ها به تثنیه یهودی ها که عزیر ابن الله هست تثنیه‌ای بود. قد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه تثلیثی بود، اینا اتخاذ ولد بود. اما اونی که مرشد مبارک ابراهیم خلیل در رد اونا گفت حاضر ربی حاضر ربی حاضر ربی و همه را باطل کرد، اونا که سخن از اتخاذ ولد نبود. و حرف مشرکین این بود که ما کسی را میپرستیم که شفیع ما باشه، ان الله لیقربونا الله زلفا، چه ولد باشد چه نه، چه اتخاذ ولد باشد چه نه. پس نفی اتخاذ ولد ثابت نمی کند نفی لستفا مما یخلق را. این مقدم همچنان خاص است، اون تالی همچنان عام است، استثنای این تالی نتیجه نمی دهد. این مطلب بعدی آن است که قرآن کریم گذشته از اینکه صبح بودن خدا را دلیل قرار داد برای اینکه اون منزه از آن است که ولد داشته باشد، یک، یا اتخاذ ولد و تبنی تشریحی باشه، دو، او واحد قهار است. قهار یعنی سیطره دارد، سلطنت دارد، حکومت دارد. چرا حکومت دارد؟ برای اینکه سه چهار کار است که مخصوص اوست. آفرینش مخصوص اوست، پرورش مخصوص اوست، تدبیر رزق به دست اوست، شایستگی عبادت از آن اوست. این امور چهارگانه که در بحث دیروز گذشت یکی پس از دیگری در طول هم جا ذکر میشه. قاهریت خدا به چیست؟ خلق از سماوات و الارض. اون هم اونچنان قاهر است که اینها را، این سفره خلقت را پهن میکند، یک، دوباره این سفره خلقت را جمع میکند، دو، جمع او هم حکیمانه است برای اینکه به کارهای اینها رسیدگی کند. بالعدل سه، این بالحق به چند جهت نازل شده است. یکی که در ساختار آفرینش باطل راه ندارد. اگر کسی خواست تو عالم بازی بکند جا ندارد. اینجا جای بازی نیست، جای لهو نیست، جای لهو نیست. گرچه دنیا لهو و لعب و امثال ذالک است، اما دنیا غیر از خلقت آسمان و زمین است. دنیا یعنی همین عناوینی که مطرح است، اینها بازی است، بله، اما نظام با بازی سازگار نیست. انسان اگر بخواهد با در ساختار دنیا بازی بکند، به هر طرف برود سرش به سنگ بخورد، چون کل این نظام به حق خلق شد. این یکی. و این نظام به حق بودنش اینه که هدف دارد. اینطور نیست که جهان می رود که نابود بشود، جهان می رود که نابودی را نابود کند، یعنی مرگ را از بین ببرد. جهان به ابد می رود.
همه ما به سمتی حرکت میکنیم که این دشمن من را از پا در بیاریم. ما یه دشمن داریم به نام مرگ، این مرگ را احاطه میکنیم و از بین میبریم و برای ابد میمانیم. این بلحق ناظر بونه، یعنی دنیا هدف داره. لذا اون بخشایی که مسئله قیامت را ذکر میکنن بعد از کلمه بلحق است. خب اگه عالم قیامتی نداشته باشد، حساب کتابی نداشته باشد، میشه باطل دیگه، چون هر کسی هر کاری کرد کرد دیگه. تو سوره مبارکه حساب همین مطلب گذشت. تا ما عالم را یاوه خلق نکردیم که مرگ آخر خط باشد. مرگ پوسیدن نیست، بلکه از پوست به در آمدن است. آیه 27 به بعد سوره مبارکه حساب این بود: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. باطل نیست یعنی چی؟ همه اینا که قبول دارن بر اساس نظم و علم جهان خلق شده است. منتها میگن مرگ پایان راهه، مرگ پوسیدنه، بعد از مرگ خبری نیست. میفهمد اگر معاذالله عالم این طور بود که جهان میرفت تا لبه مرگ بد نابود میشد، این میشد عالم باطل. برای اینکه هر کسی هر چه کرد به حسابش رسیدگی نشود، میشود یاوه و بیهوده دیگر. و اون ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یعنی خوب و بد همشون نابود میشون، به حسابی نیست، خبری نیست. ام نجعل المتقین کالفجار. آدم با تقوا با یا آدم فاجر بعد از مرگ نابود میشن، به حساب کتابی نیست. اینطور نخواهد بود، بلکه کتاب انزلناه الیک مبارک. عالم هدفی دارد، اگر هدف نداشته باشد میشه باطل. و ما با دو بیان این مطلب رو نفی میکنیم. یکی این که عالم بالحق خلق شده است به نحو قضیه موجبه، یکی این که عالم به باطل خلق نشده است به نحو قضیه سالبه. گاهی میفرماید به این که ما به حق خلق کردیم، مثل آیه محل بحث. گاهی به صورت سالبه میفرماید به ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا، سوره مبارکه صاد. پس عالم هدفی دارد، چون هوال اول است الله خالق کل شی، چون هوال آخر است بلحق خلق کرده است. بلحق قبلا اشاره شد که سه نظام درش ملحوظ شده، هم نظام فاعلی به مبدأ حکیم مرتبط است، هم ساختار داخلیش عالمانه است که علم بشری تو همون محدوده ساختار داخلی است. یک جانورشناسی، انسانشناسی، زمینشناسی، دریاشناسی، ستارشناس تو ساختار داخلی داره کار میکنه. این حکیم است که هم به هوال اول پی میبرد هم به هوال آخر. نظام سوم نظام غایی است که فرمود اینا میروند که به مقصد برسند. بنابراین چون هوال اول است خلق السماوات والارض، چون هو الاخر است خلق بالحق. این بالحق اصرار قرآن کریم است که بطلان در این عالم نیست، نه در ساختار داخلی، نه بی هدف بودن و یاوه بودن. بعد از اینکه این مطلب را فرمود که بالحق خلق شدن، تدبیر فصول چهارگانه را هم مشخص کرد که یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، که این نیمکره شمالی وضعش چجوریه، نیمکره جنوبی وضعش چگونه است، هم ارزاق این نیمکره در چهار فصل تأمینه، هم ارزاق اون نیمکره در چهار فصل تأمینه، این نظم تدبیری خدای سبحان است. و سخر الشمس و القمر کلون یجدی اما لعجل مسما. و قبلا هم فرمودن به این که شما خیال نکنید حالا ما آفتاب را که خیلی براق است از بریلیان خلق کردیم. اینطور نیست، ما از یه مشت گاز و دود آفتاب شمس و قمر خلق کردیم.
ثم استوى الى السماء بهی دخانون بعد فسواهن. خب ما از یه مشت دود آفتاب ساختیم، بعد هم بساطش رو جمع میکنیم. والارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. اگر دخان را به صورت شمس در آورد، این میشه واحد قهار. اگر دخان را، دود را شمس شد، بعد هم فرمود از شمس و کبرت هم میشه. خب الله و العزیز و الغفار، عزیز بودن او روشن است، غفار بودن او در این سفره مغفرت را پهن کرده است که راه توبه برای همه باز. بعد اینکه ساختار کلی عالم را مشخص کرد، فرمود به این که خلقکم من نفس واحده، هیچ تفاوتی به تفاخر انسان بر انسان ندارد. مبدا فاعلی همه که یکیست، مبدا غایی همه هم که یکیست، ساختار داخلی همه هم که یکیست، اما مبدا قابلی که از یک اصلا اونم یکیست. همه شما از آدمی، آدم از یک حقیقتی خلق شد که حوا هم از همون حقیقت شد، پس همه افراد در حقیقت آفرینششون یکی هن. همونطوری که فاعل همه یکیست، هدف همه یکیست، ساختار همه یکیست، اون مواد اولیه‌ای که بشر از او پیدا شد اونم یکیست. زن هم مثل مرد از همون حقیقت خلق شده، پس تفاوتی در خلقت زن و مرد نیست، تفاوتی در خلقت انسان‌ها طبقه اول و دوم و سوم نیست و مانند او. تا این مجموعه هست و از همینه. حالا این صحنه رخت بر می‌بندن، این یشا یذهب کن به یعت به خلق جدید، این دوره از بین می‌رود، دوره دیگر خلق می‌شود. اگر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم است، او مربوط به روح مطهر اون حضرت است که اونا دیگه سبق و لحوق و زمان و زمینی نیستن. اگر یه جدی موجود مجرد محض بود، نه متضمن است که در زمان خاص بگنجد، نه متمکن است که در بلد عمیم بگنجد. مثل او میتواند اشراف داشته باشد بر همه خلقها و الف آدم یا الف عالم، ولی این ابدان عنصری اینها یکی پس از دیگری میان و میرن. که ما تو الان فرزند هزارمین آدمیم، طبق بیانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف خصال نقل کرده است، تو کتاب باب الف، هزار آدم آمدند و رفتند، ما الان جز فرزندان اون هزارمین. بنابراین هیچ دلیلی بر تفاخر نیست مگر به عمل صالح. خصوصیاتی در بعضی موارد هست که زن بیشتر از مرد میبرد، گاهی مساوی مرد میبرد، گاهی کمتر از مرد میبرد. یه سلسله حقوقی که زن دارد مرد ندارد، نفقه زن را مرد با تأمین کند، مهریه زن را مرد با تأمین کند، اینجور از هرگز تبعیض بیجا نیست، تفاوت نیست، یه اختلافی است برابر خصوصیت هایی که این خلقت و اون خلقت دارد. او باید مادر بشود، این مادری عاطفه لازم دارد، خدا به اندازه کافی او عاطفه داد. هرگز مرد اون توان را ندارد که فرزند رئوف و مهربان تربیت کند، این در اثر اون مادری مادر است، اون مقام شامخ عاطفه است. این که الان متاسفانه باب شده که بچه ها را به مهد کودک میدن، بارها به عرضتون رسید. خطرش هم اینه، هر این که پدر و مادر یه مقداری سالمند شدن، این بچه شون مهر عاطفی نچشید، پدر و مادر تحویل خانه سالمندان میده، دیگه حاضر نیست که عمل کند به آیه‌ای که خدا فرمود اما یبلغن اندکل کبر احدهما و کلاهما لا تقل لهما بخفز لهما جناح از ذل من الرحمه. چون این عاطفه میخواد، تنها جایی که عاطفه را در درون انسان تزریق بکنن همون آغوش مادر است که 7 سال کودک این دانشگاه را داره طی میکنه. فرمود خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. فرمود اینا اگر، چون که هر کدام از این حیوانات اگر بخوان جموع بشن، مگر شما میتونید زندگی کنید؟ و
فقط ما ایران نرم قرار دیم برای شما. این شطور به این عظمت رو ذلول قرار دادیم که یه بچه مهارش میکشه میره. ما برای شما نرم کردیم دیگه. شما اینا که خیل دارن، خیل اون اسبای وحشی رو میگن. مگر میشه اون اسبها رو رام کرد؟ مدت ها با زحمت کشید تا این اسبها رام بشن. نبود اگه ما همه اینا رو مثل خیل قرار میدادیم، مگر میشد شما بارتون را همین اسران میبرن به جای که، یعنی که تو سوره مبارکه اسراء گذشت، همون خودتون نمیتونید برید، یه بارای شما رو میکشن. لم تکونو بالغیه لا بشق الانفس، یعنی خدا شما نمیتونید، خودتون نمیتونید برید، این بارای شما رو میبره. خب ما ایران نرم کردیم برای شما. اسب فقط حرف ما رو گوش میده؟ مگه حرف شما رو گوش میده؟ اون روزی که میخواد جمع بشه، مگر کسی میتونه جلو اسب بگیره؟ جلو این حیوانات مگه میشه گره؟ ما فرقود یه رو برای شما ذلول کردیم، ما برای شما نرم کردیم، ما برای شما خلق کردیم. یه وقتی اگه اینا بخوام برمن لگد میزنن، فرقود ما برای شما نرم کردیم، دلهای اینها به دست ماست. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، این زمین که رو گسل هاست، گاهی هم شما میبینید این انفجار ها و کوههای آتش فشانی، اصلا زمین روی دستگاه گاز بالاخره. خب ما این رو برای شما نرم کردیم، ارض را ذلول قرار دادیم، نه ذلیل، نرم قرار دادیم. فرمود فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، این ثلاث ناظر به اون ظلمات است، نه ناظر به خلق. خلق را مراتب متعددی در سوره مبارکه مؤمنون بیان کردن، که اول نطفه بود، بعد علقه، بعد مضغه شد، بعد جنین شد، بعد عظام شد، بعد کسان العظام لحمه شد، بعد ثم انشأنا خلقا آخر شد. این فی ظلمات ثلاث ظاهرا همون بطن است و رحم است و مشیمه، ممکن است که حداقلش این باشه، لایه‌های دیگری هم در کار باشه. این له الملک نشون می‌دهد که منحصراً خدا مالک است. گاهی به صورت تبارک الذی بیده الملک تعبیر می‌کند، گاهی در پایان سوره مبارکه یاسین سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء تعبیر می‌کند. ملک و ملکوت مال خداست، مستقیما مال خداست. اگر او ملک است لا ملک الا هو، اگر او مالک است لا مالک الا هو، پس او اله است لا اله الا هو، پس او معبود است لا معبود الا هو. لا اله الا هو رو متفرع کردن بر مالکیت مطلق. بعد فانا تصرفون، کجا میرید؟ به کدوم طرف میرید؟ به هر طرف برید به حق برمیگردید. مسئله شفاعت که اونا که اتخاذ ولد نبودن غالب شفاعت بودن، او را هم سوره مبارکه انبیا پاسخ میدهد، هم سوره مبارکه سبع، چون در هر دو سوره سخن از شفاعت است. خیلی ها سخن از اتخاذ ولد نبود، ما گفتن شو خدای حقیقت نامتناهی است، ما نمیتوانیم او را عبادت بکنیم مگر به وسیله مقربان و شفیعان. در سوره مبارکه انبیا فرمود اگر شفاعت حق است، ولی هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفون له. در سوره مبارکه انبیا آیه 28 این است: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. همین مطلب را در سوره مبارکه سبع آیه 23 فرمود، بعد از اینکه فرمود خدای سبحان شریک ندارد، هیچ کسی در قبال خدا مستقل نیست، خدا شریک ندارد، خدا ظهیر ندارد، اون سه قسم که اثبات نفی کردن شفاعت رو اثبات کردن، که اصل شفاعت فی الجمله حق است، اما هم شفیع باید معزوم باشد هم مشفون له. نه شمایی که ادعا دارید میگید توقع دارید مشفون له باشید، مرتزل مذهبید که حق شفاعت به شما برسد، چون لا یشفعون الا لمن ارتضى. کسی که مرتزل مذهب است، رضیت لکم الاسلام دین است، دین خدا پسند دارد، او میتواند مورد شفاعت قرار بگیرد. و نه بودهای شما مزدورن که شفاعت تکنه پیدا کنند، چون در آیه 23 همون سوره صفه فرمود ولا تنفع شفاعت و اندو الا لمن ازله،
شما گفتید ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفا، گفتید ها اولای شفعا اونا، کی به شما گفته که اینا شفیع شما هستن؟ شفاعت باید به اذن ذات اقدس الله باشد. بنابراین آیه سوره انبا و آیه سوره سبع هر دو می تواند حرف کسانی که میگویند ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفا یا ها اولای شفعا اونا عند الله رد کنند. بعد فرمود این تکفرو فان الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر و این تشکرو یرضه لکم. ها هنا امور، امر اول اینه که چون قهار مطلق است و قادر مطلق است، آفریدگار مطلق است. دوم این است که چون خودش حق است، ساختار عالم حق است، تو به مقصد میرسد. سوم اینه که چون او حکیم است، کار او بی هدف نیست. چهارم یعنی چهارم، چون غنی است هدف ندارد. من نکردم خلق را تا سودی برم، من نکردم خلق را تا جودی کنم. کار خدا تا بر نمی‌دارد، نه برای اینکه سودی ببرد یک، نه برای اینکه جودی کند دو، هر دو منفی است. هو الجواد این اعطا، هو الجواد این منع. اون کسی که کاری می کند تا جود بکند بشر است. این بشر که وضع مالیش خوبه، فعلا جواد نیست، سخی نیست، این کمال رو ندارد. یه بیمارستانی، یه درمونگاه، یه مدرسه می سازد تا به فضل جود برسد، تا به کمال جود برسد، بشه جود. خدا معاذالله این چنین که نیست، او کمال محضه، جود فعل اوست. چون کمال نامتناهیست یصدر منه الجود، نه چون کاری می کند که بشه جواد. وقتی از امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که جواد یعنی چه، فرمود اگه جواد بشری میگی، کسی که حقوق الهی را ادا کنه، حق مردم ادا کنه، خمسش، زکاتش، وجوه شرعیش ادا کنه، میشه جواد. الله را میگی هول جواد و این اعطا، هول جواد و این منع. داد جواد است، نداد جواد است. من میشه اینجا که نمیدهد، کمال شما، سعادت شما، فید شما در نزد. بنابراین ذات اقدس اله کارش تابر نمیدارد. کسی کارش تابر میدارد که، یعنی که ناقص باشد، اولا فعل او بین او و بین کمال واسطه باشد، ثانیا این فاعل این فعل را انجام میدهد که به کمال برسد، ثالثا درباره چنین فاعلی میتوان گفت بلکه بر بندگان جودی کند. اما اگر کسی کمال نامتناهی بود که هست، چون کمال نامتناهی دارد و کامل نامتناهی است، یترشح منه الجود، نه کاری می کند که بشه جواد. پس چون حکیم است، صدر و ذیل کارش با حکمت و منفعت است. چون غنی است، خودش هدف ندارد، پس تمام اهداف به فعل بر بگرده. لذا اون چی که در پایان سوره مبارکه زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لام لیعبدون به اون تای خلقتو بر نمیگرده. البته بارها یک بارها برزی تو رسید که این حرفها را از هشام صاحب مغنی نباید پرسید، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. وقتی بهش بگی این ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو ترکیب کن، میگه لام حرف جن لیعبدون متعلق به خلقتوست. اما متعلق به خلقتو، این لام میخواد بیان کند که هدف مخلوق چیه یا هدف تای خلقتو چیه. این دیگه کار مغنی نیست. کار مغنی اینه که بگه این لام حرف جر است و اونم احواستت برای خلقتو. اما این رو حکمت میگوید که الله غنی یعنی العالمین است. این لام به اون تا بر نمیگرده که بشه فاعل زیغایه،
به خلق یعنی مخلوق برمیگرده که فعل میشه زیغایه. لذا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود همه مردم کافر باشن برای ما بی‌تفاوت. در سوره مبارکه ابراهیم از زبان موسی کریم سلام الله علیه این آیه رو دارد که ان تکفروا، آیه 8 سوره مبارکه ابراهیم است، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، برای ما فرقی میکنه. اینطور نیست که با ما مقصد نرسیده باشیم، ما مقصدی نداشتیم، ما خود اون مقصدیم. اگر او مقصد است، او صمد است، او هو الآخر است، دیگه بعد از الله چیزی نیست که الله به دنبال او کار کند، که او خودش هدفه. بنابراین اگر در سوره ابراهیم آیه 8 فرمود همه مردم زمین کافر بشن، برای ما بی‌تفاوت. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اینجوری نیست که ما به مقصد نرسیده باشیم، که ما خودمون مقصدیم، ما خودمون مقصودیم. فان الله لغنی حمید، پس بنابراین اون عبادت هدف مخلوق است نه هدف خالق. خالق چو خودش هدف است کار کرد، هر موجود محدودی کار میکند تا به کمال برتر برسد، اما کمال نامتناهی فرض ندارد که کاری انجام بدهد که به جایی برسه، جایی در کار نیست. پس این دو اسم است، دو تا برهان، یعنی دو تا برهان. حد وسط یکی غنای حق است، حد وسط دیگری حکمت حق است. چون حکیم است همه کارهای او هدفمنده، چون غنی است هدف مال فعل است نه فاعل. فلان کار را کرده برای اینکه این فعل به اون کمال برسه، فلو انسان را آفریده برای که انسان به مقصد برسه. اما چه او انسان به مقصد برسه چه نرسه، برای خدا یکسان است. لذا در آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه زمر فرمود این تکفرو، این حرف حرف زنده است، همون حرف سوره مبارکه ابراهیم است، به همه مردم روی زمین میگوید این تکفرو فإن الله غنی عنکم. خدا که مقصدی مقصودی بیرون از ذات خود، چون بیرون از ذات خدا عدم محضه، کمالی نیست که خدا کاری را برای رسیدن به اون کمال انجام بدهد. خداست به دیگر هیچ، بعد عالم خلق کرد. نه اینکه معاذالله خدا خلق کرده که به یک کمالی برسد که اون کمال را قبلا نداشت و الان میخواد پیدا کنه، اون دیگه خدا نیست. پس خدا نه برای سود نه برای جود، کار خدا تاور نمیدارد که به فاعل برگردد. اما چون حکیم است همه کارهای او با فایده و نظم است. چون غنی است این فواید به فعل برمیگردد نه به فاعل. لذا در آیه محل بحث سوره زمر فرمود این تکفرو فإن الله غنی عنکم. اما ولای ارزال عباده الکفر، مواظب باشید، درست از سودش به ما بر نمیگردد، اما دودش به چشم شما میره. و این تشکرو یرزه لکم، و در صحنه قیامت هیچ کسی بار دیگری رو حمل نمی کند. الحمدلله رب العالمین. ای دل اگر که محرمه